جلسه امروز برگزار کنندش نشست هم‌اندیشی دلف، یکی از کمیته‌های انجمن دانش‌پژوهان ایرانی دانشگاه دلف یا ایستاد هستش که ما این نشست هم‌اندیشی دلف رو به اختصارش رو گشتیم نهاد. توی سال‌های گذشته جلساتی رو برگزار کردیم، بیشتر منظم بودیم، ولی کم خب به دلیل اینکه حالا من یه مقدار خودم گرفتار بودم، دوستان دیگه گرفتار بودن، بعضیا فارغ‌التحصیل شدن رفتن شهرهای دیگه، کمتر بوده. اما خب در کسانی که از سال 88 بگیم یا حالا 2009 بودن، شاید در جریان بودن که معمولا ما جلسات سخنرانی داشتیم و هر کسی که بضاعتمون بود یا میتونستیم دعوت بکنیم یا اینکه لطف میکردن، مثل آقای امینی همیشه ما لطف داشتن اگر در اروپا بودن وقتی رو اختصاص میدادن که به دوستان دلف هم سری بزنند، تونستیم که جلسات رو برگزار کنیم. و در این حال مجموعه‌ای هست زیر انجمن دانش‌پژوهان ایرانی دانشگاه دلف که یکی از بزرگترین انجمن‌های دانشجویی اروپا میشه گفت هستش که با بیش از 400-500 تا بالاخره دانشجوی ایرانی که به نوعی مرتبط هستن به انجمن. و از این منظر خوش آمد میگم خدمت شما از طرف کمیته نهاد و همچنین مهمان محترمون که برای خوشبختی که برای سومین بار با سه موضوع بسیار جذابی که تا الان بوده در خدمتشون هستیم. دو موضوع قبل رو هم اگر علاقه داشتید روی اینترنت روی یوتیوب میتونید سخنرانی ایشون رو پیدا بکنید که در همین دلف انجام دادن و البته موضوعات بسیار دیگری که ایشون کار کرد. این از بخش اول. اما در مورد موضوع قبل از موضوع سخنرانی یک معرفی مختصری، خب آقای استاد امینی پژوهشگر حوزه تاریخ و جامعه ایران هستند. برای بسیاری که فضای فرهنگی، فضای مطالعات تاریخی رو پیگیر هستند، ایشون شناخته شده هستند و تو سالهای گذشته هم همیشه موضوعاتی که کار رو تحقیق کردن بیشترشون منجر به یک کتاب شده که 4 کتاب ایشون رو خوشبختانه امشب محبت کردن و آوردن. و ایشون از طرف دیگه شاید این هم بد نباشه بگیم در این روزهایی که اتفاقاتی میفته، ایشون فرزند آقای نصرت الله امینی هم هستن که از یاران معروف و وفادار دکتر مصدق بودن. آقای نصرت الله، مرحوم نصرت الله امینی، رئیس بازرسی دفتر دکتر مصدق بودن در دورانی و بعدش هم در دورانی شهردار تهران بودن و بعد از کودتا هم البته وکیل ایشون بودند و از آخرین یاران دکتر مصدق بودن که در سال 88 مرحوم شد. و از کارهای خیری که در اصل این روزها اگر تصاویر یاد بود روز کوروش رو همه دیده باشیم که شبکه‌های اجتماعی، وجود این مقبره کوروش و وجود اون مجموعه‌ای که در اصل در پاسارگاد و در اون تخت جمشید اینها هست، از یادگارهای مرحوم نصرت الله امینی هست. به دلیل اینکه در اون سال آقای خلخالی رفتش که اونجا رو هم بتونه مثل بقیه جاهایی که نابود کردن از بین ببره و چون اون زمان در دولت بازرگان آقای نصرت الله امینی استاندار فارس بودن، تونستن با مقاومت بسیار سرسختانه مانع از این کار بشن و از این جهت هستش که این روزها جا داره که یاد ایشون رو هم گرامی بداریم و البته از طرف دیگه این یادگار ایشون از ادبیات جمهوری اسلامی که میگن یادگار مرد واقعا خوشبختی. و در مورد موضوع امروز، بحث دگراندیشی و مدارای دینی در ایران با نگاهی ویژه به زندگی و زمانه احمد کسروی. خب در مورد بحث کشتار دگراندیشان در بحث تاریخی بسیاری اون رو بسیار قدیمی میدونن در تاریخ ایران، خیلی ها میگن که حتی میشه به قتل عام مزدکیان به دست انوشیروان اشاره کرد و در دوران تاریخی مثل قتل عام مردم تبریز به دست شاه اسماعیل و میان جلو و در دوران مدر بالاخره کسروی یکی از اون نمادهای قتل دگراندیشان هستش و البته نه به دست حکومت، حداقل اون به دست به اصطلاح اون نگاه متعصب مذهبی که مداراگری دینی نداشت. و خب این بدعت متاسفانه زشت در تاریخ ایران بوده تا به امروز و در اخبار احتمالاً شنیدید که باز چند هفته گذشته یک بهایی در یزد به دلیل بهایی بودن به قتل میرسه و متاسفانه در تاریخ بعد از جمهوری اسلامی متاسفانه می‌بینیم که قتل دگراندیشان به یک شکل سیستماتیک و شاید بشه گفت صنعتی انجام میشه و متاسفانه بیشتر هم در توسط حاکمیت بوده. خب از نویسنده هایی که در خارج کشور کشته شدن، از فعالین سیاسی که در خارج کشور بودن تا فریدون فرخزاد که هنرمند بودش و بسیاری که خب میشناسیم و متاسفانه در داخل کشور هم قتل های زنجیری داشتیم،
درصد این یکی از معضل تاریخی است که متاسفانه تا امروز امتداد پیدا کرده و شاید حداقل بازخوانی آن به نگاه با تجربه که احمد کسروی که یکی از اولین قربانیان بوده حداقل در تاریخ معاصر مطمئناً برای ما آموزنده خواهد بود. از این جهت بسیار تشکر میکنم از حضور آقای امینی و ازشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن و استفاده میکنیم. خیلی ممنون. موضوع کسروی موضوع بسیار پیچیده و بغرنج و پر از پرسشی در تاریخ معاصر ایران هست. به زندگی او اندکی خواهم پرداخت. مردی است که با زندگی ملایی آغاز کرده، قرآن رو حفظ بوده، درس دینی خوانده، اصلا با رخت دینی به تهران آمده و بنا بوده که آخوند بشه. از این آخوندی برگشته، پژوهشگر شده، نویسنده شده، پرخاشگر به شریعت شده و سرانجام هم در پرخاش به شریعت و نوشتن کتاب شیعه‌گری، صوفیگری و کارهای دیگر پیرامون اسلام به بهانه این که به پیامبر اسلام و امام جعفر صادق توهین کرده در کاخ دادگستری کشته شده. توجه کنید که کاخ دادگستری جایگاه دادگستری است و او در اتاق کتاب بازپرس هنگام بازپرسی در سال 1324 71 سال پیش به دست فدایان اسلام که برخی از اونها سپس جمعیت مؤتلفه رو درست کردند و برخی از جمعیت مؤتلفه یکی از نیروهای مهم فراز آیت الله خمینی به فرمانروایی سیاسی در ایران بود به دست اونها کشته شد. موضوع کسروی رو از چند جهت میتوان مورد بررسی قرار داد. خیلی ها هنگامی که درباره کسروی سخن گفته میشود به درستی میگویند که کسروی ایراد داشت برای اینکه به حافظ پرداخت و به حافظ توفید و به مولانا نقل میکرد و شعر فارسی رو خورده میگرفت و عرفان رو رد میکرد و کتاب سوزان حتی به راه انداخته بود. ولی اینها جنبه های بسیار کناری کار کسروی است. کسروی به راستی چهار شخصیت در یک بدن است، در یک کالبد است. یکی از برجسته ترین و به راستی بی همتا ترین پژوهشگران تاریخ ایران، کمتر ایرانی است که آشنایی با تاریخ مشروطه رو از کتاب تاریخ مشروطه کسروی آغاز نکرده باشه. بسیاری از ایرانیان در دوره دانش آموزی هستند کار خواندن تاریخ ایران رو از کار کسروی آغاز میکنن و جالب اینجاست که چه در دوران رژیم گذشته و چه در دوران رژیم کنونی این کتاب هیچگاه ممنوع نبود، یعنی از گزند سانسور همواره رد شده و همان چاپ نخستین کتاب بارها و بارها افسد شده و به چاپ رسیده بدون هیچ گونه غلطگیری و ویرایشی. جلد دوم تاریخ مشروطه که خود او میگوید جلد دوم است ولی در واقع پیشتر از تاریخ مشروطه نوشته شده به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان، تاریخ کردان و در ایران، موضوع مقاومت مردم آذربایجان رو در مقابل کودتای محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس و کوشش در سرکوب مشروطه با جزئیات بیان میکنه و میآید تا دوران قیام خیابانی و ماجرای خود او درگیر بوده. جالب اینجاست که احمد کسروی این کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان رو به عربی نوشته بار نخست که من رو میرساند به نکته دوم شخصیت کسروی. او یک زبانشناس هم بوده. ببینید فردی است که در حکم‌آوار تبریز، یکی از محلات فقیرنشین تبریز به دنیا آمده. نیاکان او همه ملا بودن جز پدرش که کار بازرگانی میکرده، او هم بنا بوده ملا بشود. خب طبیعی است که کسی که در تبریز در حکم‌آوار، البته اسم درست تاریخی اون حکم‌آباد هست ولی مردم تبریز به اون حکم‌آوار میگن با لهجه بومی، کسی که در حکم‌آوار دنیا آمده زبان مادریش ترکی آذربایجانی است ولی او زبان عربی یاد میگیره و چیرگی او بر زبان عربی چنان میشود که در مجله العرفانی که در لبنان به چاپ میرسیده مقالات به چاپ میرسونده و خیلی پیش از این که اصلا به نام یک پژوهشگر شناخته بشود، چون تا سال 1300 که کسروی 29 30 سالش بوده و به تهران آمده یک نوشته فارسی از او در دست نداریم، یک کار پژوهشی از او در دست نداریم،
همه کارهای بزرگ کسروی در پاشمان در دوران 25 سال زندگی دوره دوم زندگی او در 25 سال تولید شده. این مرد در 1300 به تهران آمده، در 1324 خورشیدی در کاخ دادگستری کشته شده، 55 سال بیشتر نمی داشته و در 55 سالگی این همه کار تولید کرده که اشاره خواهم کرد. اما هنگامی که در تبریز بوده و کارهای به عربی می نوشته و برای مجله عرفان می فرستاده، عربی او آنچنان شیوا بوده که دانشگاه آمریکایی بیروت از او دعوت میکنه که برای آموزش زبان عربی به آمریکایی ها و به خارجی ها به بیروت برود و او نمیپذیره. یعنی زبان عربی او تا این اندازه جلو بوده. 4 دفتر هم برای آموزش زبان عربی یا 3 دفتر در واقع زبان عربی به عربی مینویسه برای مدرسه های متوسطه تبریز. این کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان رو هنگامی که کارمند عدلیه اون زمان بوده در دماوند به صورت پاورقی در مجله العرفان سیدا در لبنان نوشته و در چند شماره چاپ شده، سبب خود او اینها رو به فارسی برگردانده و با افزوده های زیادی به چاپ رسانده. یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ آن زمان ایران به نام آقای محمد قزوینی که به نام علامه قزوینی شناخته شده است، درباره کسروی میگوید که عربی های کسروی که خوانده یک واژه نادرست در اون نیافته. البته همین علامه قزوینی خواهم پرداخت به این موضوع که سخت شیفته کار بزرگ کسروی درباره تاریخچه زبان آذری. آذری هم اینجا نه زبان ترکی آذری، زبان باستان مردم آذربایجان شده بوده. هنگامی که خبر کشته شدن کسروی به او میرسه خوشحال میشود و میگوید که از شر او راحت شدی که به جان دین و شریعت افتاده بود. این موضوعی است که بهش خواهم پرداخت. کسروی پس از درس دینی خواندن و بسیاری پرسش هایی که در ذهن او بوده و به راستی باید گفت یک نماد جوان 15-16 ساله است که در دوران 15-16 سالگی او فرمان مشروطه صادر می شود و در دوران 17-18 سالگی او مجلس به توپ بسته می شود و جنگ خیابانی تبریز آغاز می شود. یک نمونه و نمادی است از یک جوان در حال تحول از یک جامعه سنتی مذهبی، یک جامعه پایبند به برخی تشریفات، از جمله تشریفاتی که او رو وادار می کنه دخترعمه 13 ساله خودش رو به عنوان اولین همسرش عقد کنه و با او ازدواج کنه و صاحب 2 فرزند هم میشود از اونها، دگرگون بشود به تدریج و رفته رفته پرسش هایی در ذهن او شکل بگیرد تا جایی که در هنگامی که به سن 40 و اندی سالگی میرسد تقریبا میتوان گفت که به کارزار چالش با خرافات پیوسته و سرانجام از کارزار چالش با خرافات تحول پیدا می کند و به این باور می رسد که باید با ارزش های چیره در ایران در افتاد و به این نتیجه می رسد که ایرانیان با 2 گرفتاری بزرگ تاریخی روبرو بودند، شریعت و طریقت. بر این باور بوده که به جای اینکه ایرانیان به فناوری بپردازند، به جای اینکه به تولید بپردازند، پرداختن به کارهایی که پیامدهای دراز مدت برای ایرانیان نداشته. دشمنی او با شعر دشمنی با شعر نیست. میگوید که شاعری کاری شده است که ایرانیان به جای پرداختن به فناوری از روی شاید تناسایی یا زیبایی شناسی یا هر چیزی که هست به اون پرداختن و در نقد به شریعت یک خیمه و خرگاه تازه‌ای رو به نام صوفیگری و زندگی خانقاهی برافراشتند و از دانش و صنعت و کارهای از این دست به دور ماندند. حرف نادرستی هم تا اینجا نمیزنه. شما نگاه کنید ما 4-5 هزار دیوان شعر و نزدیک به 40 هزار شاعر شناخته شده یا دست کم نامهای اون شناخته شده در تاریخ ایران داریم. شاید هزاران هزار شیخ و صوفی و پیر و چیزهای از این دست میشناسیم. نزدیک به شاید 380 دیره خانقاهی امروز در دنیا وجود داره. ولی نقشه ساختن پل
زاینده رود، سیوسه پل موجود نیست. یعنی ایرانیان کوشش نکردند دستاوردهای بزرگ مهندسی خودشون رو حفظ کنند، ولی دفترهای شعر رو رونویسی کردند، کارهای خانقاهی رو حفظ کردند. کسروی از این بیزار هست، میگوید ایرانیان از فناوری از دانش بدورند، جز از راه دانش نمیتوان به راه دیگری رسید. اجازه بدید من یه حاشیه در اینجا بروم و داوری خودم رو در این زمینه بیان کنم، برای اینکه تا حدودی برداشت خودم رو درباره کسروی هم مطرح کرده باشم. ما به عنوان یک انسان در درازای زندگی خود با سه دستگاه فکری سر کار داریم. همه ما جدا از اینکه در چه خانواده ای و از چه آیینی و از چه پیشینه ای برآمده ایم، روی هم رفته اینجا و اونجا با سه نوع نگاه فکری روبرو هستیم. نگاه ایمانی مذهب ماست اگر داشته باشیم، یا به هر روی دست کم اگر خودمون نداشته باشیم حتما نیاکانمون، پدرمون، مادرمون دارن. این دستگاه ایمانی دستگاه اصلا متکی بر خرد نیست. شما باور دارید که اسلام دین برتری است، باور دارید شیعی آیین بهتری است، باور دارید بهائیگری آیین بهتری است، به امام زمان باور دارید، به سید شهدا باور دارید، به خیر و خیلی چیزهای دیگر باور دارید. اینا دستگاه ایمانی است، انسان ها خیلی ها به اون نیاز دارن. دستگاه فکری دیگری که ما با اون سر کار داریم دستگاه احساسی است، عشق است، سلیقه است. یکی رنگ سبز رو بیشتر میپسنده و دیگری رنگ بنفش رو. خاطرهای کسی میشویم، خرد درش نیست. شما نمیتوانید توضیح بدهید که چرا از این دختر یا از اون پسر خوشتون آمده، چرا این شهر رو بیشتر از اون میپسندید. احساسه. ایمان دستگاه دینی است، احساس بنیاد دستگاه عرفانی است و موسیقی و خیلی چیزهای دیگر است. یه دستگاه اندیشه دیگر هم در زندگی انسانی وجود داره به نام خرد، که در واقع بنیاد دانش هاست، که همه دانش های جهان از کهن‌ترین دوران ها، از اون دورانی که انسان پرسشگرایانه از غاری که در اون زندگی میکنه به بیرون میاد، پرسشگرایانه ابزار تولید میکنه، پرسشگرایانه صنعت تولید میکنه، زندگی بهتر تولید میکنه، تو از درون اون نیوتن و اینشتین و خیلی های آدم های دیگر بیرون میآید. هر سه دستگاه فکری رو ما باش سر کار داریم، ولی هیچ میزان ایمان و احساس آیفون 6 رو به آیفون 7 تبدیل نمیکنه. برای این تحول شما به خرد نیاز دارید، خردی که بنیاد دگرگونی های فناوری اجتماعی است. این عنصر در تاریخ ما و در زندگی امروز ما کمبود درش است. ما پر از احساس و عشق و شعر و موسیقی و ترانه و کار خانواهی و ایمان و ایمان که ماشاءالله از سرگوش ما زبانه میکشه هستیم، ولی از این راه نتوانستیم به جایی برسیم که کشورهای پیشرفته جهان رسیدن، برای اینکه از اون خردی که بخشی از وجود خود ماست بهره کافی رو نگرفتیم. خرد در تاریخ ایران نه اینکه نبوده، متوقف شده. ما خیلی پیش از اروپاییان ابن سینا داشتیم، فارابی داشتیم، بیرونی داشتیم، خوارزمی داشتیم که الگوریتم امروز جهان مدیون خوارزمی است، اصلا به نام خوارزمی است. این الگوریتم یعنی الخوارزمی از اینجا بیرون آمد. اصلا دنیای کامپیوتر بدون این اندیشه وجود نمی داشته، ولی اینها رفته کنار و به جاش ایمان و احساس و خیلی چیزهای دیگر نشسته. نه اینکه ما به این نیاز نداریم، ولی کسروی خرده‌ای که میگیرد و به درستی خورده میگیرد این است که جامعه ایرانی بر بنیاد شریعت و طریقت خرد رو فراموش کرده، و خردی که بنیاد دانش هاست، که موضوع خرد در واقع این است که انسان چگونه میتواند پیشرفت پیدا بکند، این در تمدن ایرانی رفته رفته کمرنگ شده و جای کناری پیدا کرده. موضوع اصلی نقد کسروی به تاریخ ایران هم در این است. البته در اینجا به افراد میرود، مانند بسیاری از کسانی که نابغه هستند و در تنهایی خودشون، در نبوغ خودشون گاه به افراد میروند، کسروی هم به افراد میره، کتاب سوزان به راه میاندازه، به جان حافظ میفته، فکر میکنه که باید مولانا رو در واقع ویران کرد، ولی در واقع کاری رو که داره میکنه دست زده به نقد یک رشته ارزش‌هایی در جامعه که شما بدون نقد به این ارزش‌ها نمیتوانید یک
جامعه نو بسازیم. اینکه میگویم کسروی چهار شخصیت در یک بدن است، از این روز که از یک سوی او یک پژوهشگر برجسته تاریخ است، از او دست کم 15 کار بزرگ تاریخی به جای مانده که هر یک از اونها در جای خود بی همتاست، از تاریخ مشروطه گرفته تا تاریخ شهریاران گمنام. در این زمینه ها هم نبوغ داشته، مثلا برای که تاریخ شهریاران گمنام رو بنویسه زبان ارمنی یاد گرفته و رفته با متون ارمنی، چون میدونید که تاریخ ارمنیان با تاریخ ایران در هم آمیخته است. اصلا خط امروز ارمنی یکی از خطهای دوران ساسانی است، مانند خط آرامی که به نادرستی خیلی ها فکر میکنن ما خط عرب رو گرفتیم، خط آرامی است که ما به اونها دادیم، خط عرب نیست، خط آرامی است. ولی به هر روی زبان ارمنی یاد میگیره برای اینکه بتواند با تاریخ ایران آشنا بشه. هنگامی که بازرس عدلیه بوده، اون موقع بهش میگفتن عدلیه، هنوز دادگستری نشده بوده، در سفری با گروهی برای بازرسی شهرهای غرب ایران نزدیک 4 ماه سفر میکنه. در این 4 ماه کتابی بیرون میده. پس از این 4 ماه توجه کنید در اون دوران نه کامپیوتر وجود داشته، نه او آدم دانشگاهی بوده که گروهی همراهش یادداشت کنن. پس از این سفر کتابی بیرون میده به نام نامهای شهرها و دیهای ایران. 7000 نام شهر و دیه رو ردیف میکنه و تاریخ هر کدوم از این شهرها رو، ریشه واژه‌های هر یک از این شهرها رو بررسی میکنه. و در این بررسی، در این نقد نظری در مورد نام شهرها، در میفته با مثلا آقای قزوینی که بهش میگفتن علامه قزوینی، که تهران با ته دنخته درست است یا تهران با ته دسته دار، و میبره واسه، یعنی آدمی که دانشگاه نرفته بوده، فقط دبیرستان هم نرفته بوده، درس دینی خوانده و همه چیز رو به خودش یاد داده، دارای چنان نبوغی است که از یک کسی مانند علامه قزوینی که در بریتانیا درس میداده و در کنار ادوارد براون بوده در بحث ریشه تاریخی واژه تهران، بحثش غلبه پیدا میکنه. به همین دلیل هم امروز ما تهران رو با ته دو نقطه می‌نویسیم. این رو مدیون احمد کسروی هست. افزون بر تاریخ، استاد برجسته زبانشناسی در ایران هست. بسیاری از زبان‌های بومی رو در ایران ردبندی میکنه و یک شاید یکی از نخستین کسانی است که پی میبره که ما در ایران فقط لهجه نداریم، بلکه زبان و نیم زبان‌هایی رو داریم. من در ادامه کار کسروی تا به امروز نزدیک به 210 زبان رو، زبان زنده رو در ایران ردبندی کردم. اینها لهجه نیست، زبان است. برخی از این زبان‌ها مانند سنگسری و شهرمیرزادی ده ها هزار تن به سخن میگویند. بگذاریم که سنگسری و شهرمیرزادی فاصله شون کمتر از 20 کیلومتر فاصله جغرافیایی است. یکی از اونها سنگسری، زبانی است که ریشه کهن‌تری از زبان حتی فارسی داره، صیغه مذکر مؤنث داره. کسروی به اینها توجه کرده و ما امروز با این واقعیت روبرو هستیم که در ایران ما با زبان‌های گوناگونی روبرو هستیم که اینها ریشه‌های تاریخی داره. کسروی بر این باور بوده که زبان فارسی رو باید پالایش داد، برخی از واژه‌های دشوار عربی رو باید از اون بیرون کرد، ولی برای این باور نبوده، مانند برخی از کسانی که امروز به پالایش زبان فارسی برخواستن و فکر میکنن که هر واژه عربی رو باید از زبان فارسی بیرون برد. اصلا کسروی برای این باور نبوده و فکر میکرده که این پالایش رو باید با درایت انجام داد، به گونه ای که واژه های بسیار دشوار عربی که نامانوس هست و به قول معروف فارسی نشده، باید از زبان فارسی بیرون برود. افزون بر این کتابی می‌نویسد به نام زبان پاک که در اون توضیح می‌دهد که برخی از کارواژه‌ها در زبان فارسی به کنار نهاده شده و خود او اینها رو در نوشتارش استفاده می‌کنه. مثلا می‌گوید که از آنجا به اینجا رفتمی. خیلی ها فکر می‌کنن این یک نوع بازی با واژه است، در حالی که ما این رو در زبان فارسی داشتیم، چون رفتمی یا این نوع کاربرد واژه ها به مفهوم این است که یک بار رفتم یا مرتب می رفتم. مثلا در بیهقی می گویند که هر روز اسب کشیدندی، یعنی مرتب اسب می بردند دم دروازه شهر منتظر امام ناپیدا می شدند. اینها در زبان ما میگه کسروی از بین رفته و اینها رو می توان بازگرداند. خیلی چیزهای دیگری که در کار زبان انجام داده، از جمله توجه به این که
پیشواژه‌ای مانند در و به اینها برای زینت نیست. یعنی این که میگوید مثلا در کار فردوسی که بگرفتم یا گرفتم، این بگرفتن با گرفتن دو واژه متفاوته. گرفتن یعنی این، بگرفتن یعنی به راستی گرفتن. دستم بگرفت و پا به پا برد، یعنی مادر دستو گرفت و رها نمی‌کرد. ایستادن و بیستادن و خیلی چیزهای دیگر، گریستن و بگریستن و همه اینها رو توضیح میدهد که این در یا به یا غیره اینها پیشتر و در واقع واژه هایی است که دارای مفهومه، اینا زینتی نیست. به طور کلی ماندن و درماندن دو مفهوم متفاوت داره. ماندن در جایی یعنی آمدن و اتاق و هتل گرفتن و ماندن در دل، کاری که بنده انجام میدم، ولی امیدوارم درمانده نشده باشم در دل، چون درماندن خیلی مفهوم بار منفی داره. یه در رو اضافه کردن در برابر کار واژه ماندن مفهوم رو عوض میکنه. کسبی به اینها پرداخته و بیشتر کسانی که دستور زبان در ایران نوشتن، چون دستور زبان فارسی رو بر اساس الگوی عربی مینوشتن و مصادر عربی به اینها توجه نداشتن. سومین رشته کار کسبی یک حقوقدان برجسته است. مردی است که تا سال 1300 درس رسمی دانشگاهی ندیده، پس از اون هم ندیده. دعوت می شود به دلایلی به عدلیه اون زمان و در امتحان عدلیه در سال 1301 در میان نزدیک به 800 نفر که امتحان می دهد برای قضاوت شاگرد اول می شود، یعنی نمره یک رو می گیره. و پس از اون هم در حوزه قضایی که از براسی باید گفت یکی از پاک دامنترین داوران و قاضیان ایران بوده، تا جایی که هنگامی که او رو به دادستانی تهران برمی گذینند به سفارش تیمورتاش، میبینن که بوی دماغ شده و گرفتاری برای، البته اون موقع دادستان نمیگفتن، میگفتن مدعی العموم، و میایند و یه پاپوشی درست میکنند و میگن که آقا شما برای بررسی اوضاع خراسان بروید به خراسان و اوضاع عدلیه خراسان رو 1305-1306 هست بررسی کنید. ایشان هم میرود و کارهای نیکی انجام میدهد و من به سرعت میگذرم، اینا همه در کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی آمده و بارها تماس میگرفته که آقا من مدعی عموم تهران هستم و باید برگردم، و اونها برای اینکه اینو دور نگه دارن میگفتن فعلا بمانید و پرونده های بیشتری رسیدگی کنید. تا اینکه این شخصیت کسروی رو این نکته که خواهم گفت نشان میده، تا اینکه به راستی با ناراحتی تلگراف میزند به وزارت عدلیه که من میخوام برگردم. تلگرافی از وزارت عدلیه رسیده، من رو در کتاب آوردم، این گونه آغاز می شود: از وزارت جلیله عدلیه به سید احمد کسروی تبریزی، بی اجازه حرکت نکنید. احمد کسروی یک تلگراف زده به این مضمون: از احمد کسروی سید رام نگذاشته، از احمد کسروی تبریزی به وزارت جلیله عدلیه بی اجازه حرکت کردم. این کاراکتر و شخصیت این آدم است. در پایان کارش در عدلیه، هنگامی که رئیس بدایت تهران می شود، در تهران 7 شعبه بدایت یعنی اولیه، دادگاه اولیه وجود داشت. نمیدونم ساختار حقوقی هلند چگونه است، ساختار حقوقی ایران این گونه بودی که مانند فرانسه بوده، دادگاه اولیه، دادگاه های فرجام یا دادگاه های بازرسی و سرانجام دیوان عالی کشور، 3 درجه بوده. شهرستان ها دادگاه بدایت داشتند، استان‌ها دادگاه تمیز داشتند، دادگاه شهرستان داشتند و سرانجام هم دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور بود. کسروی رئیس همه دادگاه‌های اولیه تهران بوده. و یکی از پرونده‌هایی که زیر دستش می‌افته در سال 1310 خورشیدی، اوج قدرت رضا شاه، پرونده رسیدگی و شکایت روستاییان اوین هست. یکی از کارهایی که در اون دوران رضا شاه همراه با اصلاحات انجام داده بوده، اصلاحاتی که به اونها نمیتوان خورده گرفت و کارهایی بود که دارای ارزشی بوده، مانند به هر حال گرفتار کردن خزعل و خیلی چیزهای دیگر، سخت شیفته افسودن دارایی خودش به صورت روستا بود. روستاها رو با بهای خیلی اندکی از روستاییان می‌خریدند یا به گونه‌ای در واقع شرایط ایجاد می‌کردند که روستاییان این رو زمین‌ها رو واگذارند.
و این است که در پایان پادشاهی رضا شاه اون نزدیک به 2700 پارچه آبادی داشت. یکی از این روستاها روستای اوین است. بیشتر اونایی که اهل تهران هستن با اوین آشنا، اونایی که اهل سیاستن بیشتر با اوین آشنا یا درباره شنیدن. اوین در اون هنگام که تهران به این بزرگی نبوده، روستایی بوده اطراف تهران، ییلاقی بوده. مردم روستایی اینجا حدود 120 خانوار زمین‌هایی داشتند و نمی‌دانستند که مثلا 400 سال پیشتر، 500 سال پیشتر در دوره شاه عباس، یکی از شاهان صفوی، کسی آمده و این زمین‌ها رو وقف کرده. وقف نامه موجود نبود. اینها فکر می‌کردند که مالک این زمین هستند و کار می‌کردند و غیره. تا اینکه کسی میآید، حالا به درست یا نادرست، یه وقف نامه پیدا می‌کند. خب رضا شاه هم وارد معامله با صاحب این وقف نامه می‌شود و بخشی از این زمین‌ها رو در دست می‌گیره. با یه آخوندی هم که معروف بوده، خالصی زاده، کنار می‌آیند. آقای خالصی زاده هم به نمایندگی از طرف مشهد آستان قدس سرپرستی این موقوفات رو به عهده می‌گیره. روستایی هم میریزن تهران شکایت از اینکه دارایی ما رو گرفتند و میآیند دم مجلس بس میشینند. مجلسیان هم میگونند که این کار ما نیست، باید برید عدلیه. میآیند سراغ عدلیه، پرونده گشوده شده بوده و حکم داده شده بوده. دو وکیل بسیار توانا، من در این کتاب جزئیات رو نوشتم، بسیار توانا دربار داشته. این که البته دربار باید وکیل داشته باشه، هم دارای جنبه مثبت هم منفی. منفیش در این است که پادشاه مملکت اصلا نباید به این کارها بپردازه. جنبه مثبتش در این است که دست کم مشروطه این رو نیاز این رو به وجود آورده که حتی شما اگه میخواهید دارایی مردم رو هم بگیرید، از راه حقوقی باید این کار رو انجام بدید. این جنبه مثبتش است. ولی به هر روی اینها میآیند و شکایت میکنند به دادگستری و آقای احمد کسروی رأی به سود روستاییان اوین میده علیه دربار. مثل بمب صدا میکنه در تهران. کسروی رو به دربار میخواند و آقای تیمورتاش با او در واقع سخن بسیار تندی میگه، آقا گرفتاری برای ما ایجاد کردید و برید رأی عوض کنید، دیگه نمیکنه. مجبورش میکنم به استعفا و اون نامه‌ای نوشته، باز هم مانند همون نامه‌ای که از مشهد نوشته، استعفا نامه‌ای نوشته که بعد با نامه‌ای همراه با اون به رضا شاه فرستاده و گفته که پادشاه مملکت یه عدیه ساختی که از سر تا پا فاسده. من مطمئنم رضا شاه این نامه رو خونده و رضا شاهی که همه در مقابلش تسلیم بودن شاید گفته که عجب آدمیه، اینو نباید دست زد. برای که معروف است در میان نخبگان ایرانی میگن تفاوت بزرگ رضا شاه و فرزندش در این بوده که او دوست نداشته که دروغ بهش بگن، یکی دوست نداشته راست بهش بگن. این حالا داستان سیاست روزول کنیم. برای که کسروی از عدیه کناره میگیره و سال 1311-12 شروع میکنه انتشار یک مجله ای رو به نام پیمان. یکی از معتبرترین روزنامه ها، مجله های اون زمان بوده، نوشتارهای تاریخی در اون منتشر شده. ولی آغاز یک گسست فکری در اندیشه کسروی است. یعنی شخصیت چهارم شروع میکنه پیدا شدن. سه شخصیت رو اشاره کردم: پژوهشگر تاریخ، زبانشناس، حقوقدان. اینک سرکله شخصیت چهارم پیدا میشود و همه اینها در درازای 25 سال زندگی است. شخصیت چهارم یک مصلح اجتماعی، یک منتقد دینی است. امروز این واژه روشنفکر دینی خیلی متداول شده، همه از این سخن میگویند. کمتر دوستانی از میان روشنفکران دینی که من برخی از اونها رو به عنوان دوست خودم میشناسم ولی به اونها انتقاد دارم، بیشتر از گاهی وقتی اشاره کردم به کسروی میگن نه، اون رفرماتور دینی نبوده، در حالی که بیش از دیگران دست به رفرماسیون دینی زده. از بحث خرافات آغاز کرده، رفته رفته به این رسیده که این دینها برای دوران خودشون ساخته شدن و بنابراین باید تغییرات در اونها ایجاد کرد. ولی مهمترین نکته ای که شما در این رفتار کسروی از جمله در کتاب من اشاره کردم میبینید، تحول فکری خود کسروی است. من یه نمونه رو خدمتتون میگم. هنگامی که 1304-1305 به نوشته های کسروی نگاه میکنی، برداشت و داوری کسروی درباره زن یک برداشت فقیه جامع شرایط دینی است.
یعنی میگوید که زنان باید در حجاب، دو حجاب پیچیده بشن. یکی حجابی که به هر حال همه باش آشنا هستن، دیگری این که اصلا باید زن حجب و حیا داشته باشه و با مرد بیگانه روابط نداشته باشه. این شخصیت کسروی در سال 1300-1304 عنوان یک فرد مسلمان متعهد برآمده از یک خانواده فوق‌العاده سنتی و مذهبی است. رفته رفته دگرگون میشه. رفته رفته در نوشتارهاش میبینید که میگه که نه، زنها میتوانند برخی کارها رو در حوزه اجتماعی بکنند. هنگامی که کتاب خواهران و مادران ما رو می‌نویسه، به حقوق برابر زن و مرد باور داره و از کشف حجاب رضا شاه دفاع میکنه، ولی هنوز فکر میکنه که زنها باید تابع مردها باشن. البته این ویژگی کسروی نیست، این بیماری جامعه مرد یونانی است. این اصلا تصور نکنید چرا کسروی در 1324 این گونه فکر میکرده. مردی نبوده در سال 1324 که این گونه نگاه نکنه که زنان با مردان برابرن بیرون از خانه. و خب این تصوری بوده که در جامعه وجود داشته، ولی این تحول رو در اندیشه کسروی میرسانه. کسی که در 1311 در مجله همایون مقاله می‌نویسه و به خرافات ایراد می‌گیره و می‌گه ما باید دین خودمان رو از خرافات پاک کنیم، در 1302 هنگامی که کتاب پیرامون اسلام رو می‌نویسه می‌گه این دین از بنیاد خرافاته، تبدیل شده به خرافات. یعنی می‌گه که آن دینی که آن پاک مرد عرب آورد برای اون زمان خوب بود، ولی دیگر امروز کارساز نیست. اون چیزی که امروز هست و میتواند باشد، این آمیخته با خرافات و اصلا خود خرافات است. خب این یعنی کفر، این یعنی الحاد. از نظر بسیاری از بزرگان دین. اما یک کار گنده تری رو کسروی میکنه، کاری که تا اون زمان هیچ کس جسارت انجام اون رو نداشته بکنه. تصور این که در سال 1322، الان 1395 خورشیدی است، یعنی 73 سال پیش، نزدیک به 3/4 قرن پیش، در اون دوران انسانی بیاید و از امام زمان به عنوان امام ناپیدا یاد کنه و بگوید این افسانه است و این دروغ تاریخی است، این کار کوچکی نیست. خیلی ها خورده میگیرن که کسروی با حافظ و مولانا در افتاده، درست با قولهای ادب ایران در افتاده و در این زمینه هم تندروی کرده، ولی کسروی با قولهای فکری اندیشه دینی در ایران در میفته. فقه امام جعفر صادق رو به زیر سوال میکشه، میگه اینها مال تاریخه، میگه بیشترش دروغه، میگه این احادیث ساختگی است. امروز به لطف شرایط کنونی ایران خیلی ها این رو پذیرفتن برای اینکه میشنوی مرتب، ولی در اون زمان کسی بیاید و بگوید که این امام ناپیدا نیست، اصلا وجود نداشته. بله، در نوشته های پژوهشی بسیار پیچیده مانند خاندان نوبختی عباس اقبال جرقه های از این رو شما میبینید، ولی در لابلای مسائل پیچیده شده. ولی کسی بیاد با زبان مردم، عوام، توده به جنگ ارباب دین برود و بگوید که اینها خرافات، بذارید کنار، خورده بگیرد که چرا سر منبر میگویی که علت این که در فلانجا زلزله آمده به خاطر اینکه زنهای تهرانی بی حجاب شدن. میگه ای بی فکر، حتی نمیگم عنوانشو، میگه ای بی فلان، حالا شرف مثلا، بی دانش، آخه زنهای بندر عباس چرا باید تاوان بیهجابی زنهای تهران رو بدهن؟ بدیم، یعنی وارد یه بحثی می شود که امروز خیلی به نظر در دوران اینترنت ساده می آید، ولی شما برگردید 75 سال پیش در اون دورانی که اوج خرافات و باورهای دینی است، اینها کار بسیار بسیار شجاعانه است. اما اجازه بدید از این موضوع من اندکی خارج بشم، بگویم چرا بیش از شجاعانه است. ما با فضای سیاسی در ایران اون زمان روبرو هستیم که حزب توده جامعه باز شد، یعنی رضا شاه رفته، یه دوره تازه توازن قوا در جامعه ایجاد شد.
احزاب سیاسی به وجود آمدن، روزنامه ها نسبتاً آزاد هستند. هنوز زور یکی از این نیروها به دیگری نمیرسه، هنوز نیروی متفقین در ایران هست و تا حدودی میتوان حرفهایی رو زد. در این دوران حزب توده وارد سپهر سیاست ایران میشود و از این دوران در واقع میتوان گفت چپ ایران به مفهومی که امروز میشناسیم متولد میشه و بسیاری از روشنفکران اون زمان، شاید بتوانم بگویم که تقریبا همه روشنفکران اون زمان، میروند یا در خود حزب توده یا در پیرامون حزب توده. حزب توده نماد ترقی خواهی در ایران جلوه‌گر میشود که همه جریان‌های اجتماعی ایران با این حرکت نزدیک میشوند. اونهایی که با حزب توده نزدیک نمیشوند پیرامون حزب ایران، یکی از احزابی که بعدها جبهه ملی رو ساخت، یا جریان‌های از این دست نزدیک میشوند. جریان‌های مذهبی نیرومندی در جامعه راه میفته، گروه‌های مذهبی که پدر آقای شریعتی جزئیات اینها رو توضیح داده. در این دوران مردی مانند کسروی به عنوان یک فرد تنها بر این باور است که این احزاب سیاسی تنها دنبال قدرت هستند و در سودای قدرت حاضر هستند که بر روی پرنسیپ‌های باوری خودشون پا بگذارند. این دورانی است که در یکی از روزنامه‌های حزب توده درس نهج البلاغه داده می‌شد، برای که باور بر این داشتن که از راه مذهب میتوان سوسیالیسم رو گسترش داد. معتقد بودن که علی ابن ابی طالب هم اگر امروز زنده بود عضو حزب توده میشد. شوخی نمیکنم، این نوع بحث ها تو جامعه وجود داشت، اون حرفایی که آقای گلسرخی مثلا در دادگاه میزد و مسائلی از این دست. نیروی دربار هم سعی میکرده که نیروهای مذهبی رو با افکار دیگری به سوی خودش بکشانه و نیروهای دیگر اجتماعی همه پایبند مذهب بودن، سفت و سخت، حتی بیشتر از گذشته. حتی در پایبندی به مذهب جانب خرافات رو می گرفتن. در این دوران یک فرد تنها پیدا می شود که به جایی که برود با حزب توده یا حزب ایران یا دربار یا چیزی از این دست، تصمیم می گیره به بیداری مردم بپردازه و کارهایی رو انجام بده که سرانجام هم رو به کشتن داد. هنگامی که در روزنامه های چپ ایران تبلیغ نزدیکی شریعت و سوسیالیسم شده، او میگفته این بحث های شریعت واپسمانده است، باید به افکار مدرن و خرد نگاه کنید، به دانش های اروپایی نگه بیفکنید. بیهوده نیست که هنگامی که برای نخستین بار کسروی رو در اردیبهشت 1304 نواب صفوی و یکی از یارانش کوشش میکنن بکشند با اسلحه گرم و سرد، جامعه سکوت میکنه در مقابل این موضوع. یکی دو گزارش در روزنامه ها به چاپ میرسه، پرونده رو شهربانی ماسمالی میکنه تا جایی که میگوید که دو تیری که به پشت احمد کسروی خورده از تپانچه خود اوسا بیرون آمده. خود کسروی به شوخی نوشته در مجله پرچم، روزنامه پرچم، که این معجزه است که من تونستم دو تا تیر به پشت خودم بزنم و از کلم در نیامده این دو تیر. خب سکوت میکنه در مقابل این موضوع. اگر این دوران یک پرخاش عمومی گسترده در مقابل این کوشش در کشتن یک پژوهشگر تاریخ، یک قاضی دادگستری، یک وکیل دادگستری اون زمان، یک زمانشناس، یک روشنفکر برپا میشد، چه بسا اسفند 1324، 20 اسفند 1324 که کسروی کشته شد پیش نمی آمد. ولی از این سکوت جامعه سوء قصد کنندگان به جان کسروی شجاع شدند. من جدا باور بر این دارم که نطفه رویدادهای 1357 از جمله در 1324 بسته شد، هنگامی که جامعه روشنفکری و سکولار ایران در برابر یک هجوم تروریستی دینی سکوت کرد. در اسفند 1324، 20 اسفند، 10 نفر به عنوان اعضای فدایان اسلام میروند در کاخ دادگستری و با گلوله و کارد احمد کسروی رو میکشند و صدا از جامعه بر نمیخیزند. هیچ یک از کشندگان کسروی به زندان محکوم نمیشوند. از این حتی فراتر برم، در جلسه هیئت وزیران، چون این موقع کابینه قوام سر کار بوده و در کابینه قوام به دلیل مسائل مربوط به آذربایجان، پرغی دموکرات و مذاکراتی که با شوروی انجام میدادند،
سه وزیر توده‌ای عضو بودند. یکی از اونها ایرج اسکندری است. ایرج اسکندری در خاطراتش می‌نویسه که آقای تجیر رهیت وزیران آمد، هنگامی که آقای دوام گفت به مسئله کسروی چه برخوردی خواهی کرد، برگشت گفتش که ایشان محدود الدم بوده. اسکندری میگه این واژه محدود الدم ما اولین بار در زندگی شنیده بودم. گفته این احمد کسروی از دین برگشته بوده، کشتن او قطع به شمار نمیآید. شما بروید امشب در گوگل بزنید عبدالحسین هجیر، پیکره که از او میبینید یک عکس بدون کلوات از او نمیبینید. یه آدم درس خوانده اروپا رفته فوکلی مدرن هست که از محدود و دم بودن یک روشنفکر صحبت میکنه. آخوند بالای منبر نیست که این حرف زده، عبدالحسین هجیریست که 4 سال بعد در مسجد، در یکی از مساجد بزرگ تهران، هنگام دادن جایزه، هنگام وزیر دربار بوده، به دسته های عزاداری، به دست یکی از دو برادری که سردسته کشندگان احمد کسروی است و با درخواست او آزاد شده بوده کشته میشه. میام از شگفتی های روزگار. در موضوع قتل کسروی، سکوت جامعه نشانه بی‌بضاعتی است که جامعه ایرانی نشان داد در حوزه فرهنگی و سیاسی و سرانجام دامنگیرش شد. جامعه‌ای که در مقابل یک هجوم این چنینی به ارزش روشنفکری و آزادی فکری و آزادی انسان که بتواند از دین برگردد، حالا نمیگم کسروی از دین برگشته بود، ولی یک انسانی حق داشته باشه که در نوشتار نقد کنه، جامعه‌ای که در مقابل چنین رفتاری 75 سال پیش سکوت میکنه، طبیعی است که تاوان اون رو در سالهای پس از اون در برابر یک طغیان جهل میده. این طبیعی است، برای اینکه جایی است که جامعه باید بیسته. جامعه باید جدا از اینکه شما درباره کسروی چه فکر میکنید، کتاب سوزان او رو نقد میکنید یا نمیکنید، حتی با نقد او با امام زمان موافق باشید یا نباشید، اصلا مخالف باشید، به کشتن یک انسانی که به دلایلی، انسانی که حافظ قرآن بوده، حدیث و مسائلی از این قبیل رو بهتر از بیشتر آخوندهای پیرامونش میدانسته، آیا کشتن این انسان رواست؟ اگر رواست، آنچه پس از آن به وجود آمد بنابراین نتیجه طبیعی چنین نوع اندیشه ایست. اگر روانیست، چرا جامعه روشنفکران سکوت کرد؟ 6 ماه پس از کشته شدن کسروی، نخستین کنگره نویسندگان ایران در سال 1325 تشکیل شد. پیکره های از اون دوران باقی مونده. نیمی از شرکت کنندگان در کنگره نویسندگان ایران سیبیل های به حال شناخته شده چپ دارند، یعنی اصلا از پیرامونیان حزب توده و چپ ایران بودند. این کنگره نویسندگان ایران برای که برجسته ترین نویسندگان ایرانی که 6 ماه پیش کشته شده یک دقیقه سکوت هم اعلام نمی‌کند. این کرنش جامعه مدنی در برابر تجاوز به حقوق شهروندی است و تاوان این کرنش رو سالهای بعد انسان‌ها می‌دهند. موضوع تنها بر سر کشته شدن کسروی نیست، موضوع بر سر کشته شدن روشنفکری است، کشته شدن فرهنگ است به قول ناصر پاکدامن. این شما هنگامی که جامعه‌ای دارید که در برابر تجاوز به حقوق کسی که با او مخالف هستید جامعه سکوت میکند، این شطور در خانه شما هم خواهد خوابید. اگر کسی واکنش به بستن آیندگان نکند، روزنامه او هم روزی بسته خواهد شد. موضوع حقوق شهروندی و موضوع باور به ارزش‌های بردباران در جامعه، باور به ارزش‌های هم‌اندیشان ما نیست، باور به ارزش‌های کسانی است که با ما هم‌اندیش نیستند. نه باور، به حقوق اونهاست. اینکه شما فکر کنید که اگر شیعه هستید شیعیان آزادند، خب این که کار بزرگی نکردید. مهم اینجاست که شیعی باشید و فکر کنید اهل سنت آزاده. باور داشته باشید در تهرانی که 900 هزار اهل سنت زندگی می‌کنه، اهل سنت نباید برای افطار عید فطر به سفارت پاکستان بره، میتونه مسجد داشته باشه، اونم در کشوری که نامش پسوند اسلامی داره، فرانسه و هلند نیست، کشور جمهوری اسلامی است.
اگر شما به حقوق بهائیان میتوانید از بنیاد با باورهای اونها مخالف باشید، باور نداشته باشید، طبیعی است که در جوامع دیگری میتوانند به حقوق شما باور نداشته باشند، تبعیض علیه حقوق شما بکنند و نمیتوانید اعتراض بکنید. بحث کسروی یکی بررسی این شخصیت تاریخی است که به راستی نادر در تاریخ ایران بوده. ما روشنفکر به مفهوم واقعی کلمه در تاریخ کم داشتیم. الان خواهم پرداخت بشه. چند دقیقه وقت دارم؟ دو سه دقیقه. چند؟ کوتاه صحبت می‌کنم. 45 شد. هنوز ملاحظه رو می‌کنم. ولی روشنفکری مانند احمد کسروی ویژگی او در این است که نماینده یک خرد پرسشگر است. این واژه خرد پرسشگر رو خدمتتون بگم، این رو در نوشته‌های فلسفی و سیاسی به عنوان عقل نقاد ازش یاد می‌کنم. من واژه خرد پرسشگر رو بیشتر می‌پسندم. من فارسیش هم فهمیدنی‌تر است. شاید عقل نقاد خیلی فلسفی به نظر بیاد، ولی واقعا این موضوع عقل نقاد یعنی خرد پرسشگر. اصلا پرسشگری به زیر پرسش بردن بنیاد پیدایش مدرنیته اروپا بوده. خرد و پرسش، داشتن اندیشه، اندیشیدن و به کار بردن اندیشه و زیر پرسش بردن ارزش‌های موجود، چیزی که دائم باید انجام داد. مفهوم روشنفکری هم یعنی این. ما تو فرهنگمون، فرهنگ سیاسی ما، روشنفکر، هر کی درس خونده میگن روشنفکر، اگه دانشگاه رفته میگن روشنفکر، تمام دوستانی که دین و داوستر روشنفکر. بعدم خب برای این دوستان چپ یه چیز هم اضافه کردم، روشنفکر متعهد. این دیگه خیلی مهم، روشنفکر متعهد یعنی واقعا متعهد به خلقه و زحمت کشانه، به اون ایده هاییست که برحال، یا روشنفکر مبارزه، حالا روشنفکر مسلمان، همه این پسوندها اضافه شد. در فرهنگ مدرن روشنفکر فقط به یک چیز تعلق داره، اونم حقیقت. اصلا بنیاد روشنفکری یعنی باور به حقیقت و به زیر پرسش بردن ارزش‌های موجود. جنگ دائم، چالش دائم با ارزش‌ها برای تولید ارزش‌های تازه، برای پیشبرد جامعه بشری. حالا گاه این روشنفکر به خطا هم میره، ولی احمد کسروی نمونه از این روشنفکره. بسیاری از روشنفکران وارد حوزه سیاست به مفهوم حزبی نمیشن، برخی هم میشن. شما در آلمان یه نمونه برجسته داشتید، حالا من اینجا رو نمیدونم، گونتر کراس یه نمونه برجسته که روشنفکر سیاسی است، عضو حزب سوسیال دموکرات هست، ولی موی دماغ حزب سوسیال دموکرات هم هست. در کشور ما ویژگی در این بوده که شما باید جهت می‌گرفتید، یا باید حکومتی می‌شدید، یا چپ می‌شدید، یا با جبهه ملی می‌بودید، وسط نمی‌تونید. نمی‌تونستید مثل کسروی بگید که من عضو حزب توده نیستم، با حزب ایرانم ارتباط ندارم، به دربارم پیوند ندارم، من کارم اندیشیدم. ما این رو، این مرز میان روشنفکری و سیاست رو در کشورمون نداشتیم و هنوز هم نداریم. کسروی یک نمونه برجسته از این گونه روشنفکری غیر حزبی بود. به این معنا نیست که روشنفکر نباید حزبی بیاندیشه، حزبی هم میتواند بیاندیشه، ولی تعهدش به باورهای مستقل خودش در حوزه اندیشه و خرد باید بیشتر از تعهدش به اون مرامنامه و برنامه حزبی باشه. اونها کادرهای حزبی هست، رهبران سیاسی هست. روشنفکر باید فراختر از اون فکر کنه. کسروی این گونه بود. فریدون آدمی یک نمونه دیگری است. از زمانی کار روشنفکریگری خودش رو آغاز کرد، از وزارت خارجه کناره گرفت، رفت نشست در مورد تاریخ مشروطه کار کرد، در مورد شخصیت ها کار کرد. درست بوده همه کارش؟ حتما نه، حتما میتوان به او ایراد گرفت. ولی احمد کسروی ویژه است در این زمینه، برای اینکه در دوران برهوتی که کسی جرأت نمی‌کرده به نقد شریعت بپردازه، به نقد شریعت پرداخته و در این راه جان خودش رو از دست داده. امروز برای من در میان کسانی که پایبند روشنفکری هستن، از جمله روشنفکری دینی هستن، به اصلاحات نگاه میکنن، خواهان حقوق سیاسی برابر شهروندان هستن، از
بردباری دینی از تسامح سخن میگویند یه معیار خیلی ساده وجود داره. چون میدونید در زندگی ما عادت داریم که گاه مسائل رو خیلی آنچنان بزرگ میکنیم که اون جنبه های واقعی قابل لمسش رو نمیابیم. مثلا کسی میاید درباره برابری حقوق زن و مرد سخنان بسیار بزرگی میگه، ولی ممکنه نسبت به اینکه خواهرش چه رختی بپوشه از خانه بره بیرون مشکل داشته باشه. من اون نکته کوچیکه رو بیشتر اهمیت میدم تا اون سخنان بسیار درشت و گسترده رو، چون اونجاست که نشون میده که اون سخنان تا چه اندازه واقعی است. در مورد کسروی یک معیار خیلی ساده وجود داره. آیا کسانی که امروز از بردباری دینی، از نیاز به همزیستی در کنار یکدیگر با داشتن باورهای دینی و باورهای سیاسی گوناگون سخن میگویند و بسیار ارزشمند است، آیا حاضرند با نقد به اندیشه‌های کسروی کشتن کسروی رو جنایت بخوانند؟ برای من خیلی ساده است این موضوع. دشوار نیست. کسی که امروز خودش یک روشنفکر دینی میداره به نظر من باید بیاید بگه من از بنیاد با اندیشه‌های کسروی مخالفم، اما کشتن او جنایت بود. برای اینکه این برمیگرده به یک موضوع خیلی اساسی بنیادی در بحث بردباری دینی و حقوق در ایران، بحث کسروی نیست، بحث در این است که آیا انسان‌ها به جرم از دین برگشتن شایسته مرگ هستن یا نه. این خیلی سوال مهمی است در مقابل ایرانیان امروز و آینده. آیا انسان ها حق دارن از دین پدر و مادرشون ببرن یا نه؟ خیلی بحث ساده است. غرب به این جواب داده، غربی که انکیزیسیون داشته، غربی که الهاد اینها رو ملحد میخوانده اینها رو، غربی که میسوزانده این آدم ها رو که از دین برگشتن، در برابر نیروی دانش و پیشرفت و دموکراسی و ساختارهای مدرن پذیرفته که یک مسیحی میتواند مسلمان بشود، بیدین بشود و پاپ حق ندارد به او مهر الهاد بزند و او رو واجب کشتن دارد. حق دارد از کلیسا بیرونش کند، چون کلیسا پدیده خصوصی است، یک مؤسسه خصوصی است. میگوید که این مؤسسه خصوصی است که من باور دارم شما از دین برگشتید دیگه از این کلیسا باید بری بیرون، ولی تو جامعه بشری زندگی میکنی، همه حقوق رو هم دارا هستی. تو اون حریم اگر وارد بشه تجاوز به قانون کرده. کشور ما این حل نشده و سوال این است، هیچ وقت هم حل نشده. فکر نکنید که در دوره پیش از جمهوری اسلامی حل شده بود. ما قوانینی در دوره گذشته داشتیم که افراد رو میتوانستن به جرم از دین برگشتن محاکمه کنن. سوالی که در برابر ایرانیان امروز قرار داره و باید بهش بیندیشیم دراز مدت، چون برای این پایی است که بحث حقوق بهاییان پیش می آید. چون بهاییان از دل شیعه آمدن بیرون، شیعیانی بودن که دیگه شیعی نیستن، حالا آمدن بهایی شدن، یا کسانی شیعی هستن امروز دیگه اون نوع شیعی رسمی نیستن، رفتن گنابادی شدن، رفتن آیین دیگه، اصلا مسیحی شدن، اصلا بیدین شدن، دین رو خدا رو ستلاقی کردن. آیا اینها دارای حقوق برابر با یک مجتهد جامع شرایط در جامعه هستند یا نه؟ این بنیادی ترین پرسش دموکراسی و حقوق در ایران. بقیه جنبه های زیبای گفتاری و برحال سخنانی است که خیلی میشه بهش پرداخت. ولی اگر یک کسی امروز به عنوان یک مسلمان، همون گونه که بنده در سخنرانی هایی که بودم بارها، خانومی نشسته با حجاب، بنده این حق رو نه تنها به او میدم، این جزء به هر حال گزینش های فردی است که انسانی بتواند حجاب داشته باشه نداشته باشه. حالا از اینکه فراتر بریم، آیا انسان میتواند دین خودش رو خودش تعیین کنه؟ نه بر پایه نیاکانش، اونم دین هایی که همه به ضرب شمشیر چیره شده. گمان نکنید که آمریکای جنوبی رو با اینترنت مسیحی کردن، میسیونر فرستادن دمار از روزگار مردم در آوردن، اینا مسیحی شدن. به همین ترتیب اسلام گسترش پیدا کرد، به همین ترتیب دیگر دین ها گسترش پیدا کردن. در مورد کسروی پرسش که امروز مطرحه این است که آیا انسان میتواند
از دین برگردد، بیدین بشود یا به دین دیگری بگرود و حق زندگی داشته باشد. و این در واقع پاسخی است که تاریخ به کسروی داد، گفتش نه، نه فدایان اسلام که او رو رفتن و کشتن، جامعه که در مقابل کشتن فدایان اسلام سکوت کرد. اگه فدایان اسلام به زندان‌های طولانی محکوم شده بودند، چه بسا هجیر کشته نمی‌شد، رزمها کشته نمی‌شد، پدیده فدایان اسلام پا نمی‌گیره. ولی جامعه که در برابر چنین جنایتی سکوت می‌کنه، تاوان این رو دیرتر می‌ده. سپاسگزارم.